خب یه سلام دوباره عرض میکنم خدمتون و با یه برنامه دیگه امروز هستیم که یه غذای خیلی خوب و سنتی رو بهتون آموزش بدیم. خب تو قیمه ها قیمه نسا جزو قیمه های خوبه و قیمه معمولی خودمون و اینکه خب یه غذایی هم هست به اسم خورش خلال، یه غذای کرمانشاهیه و واقعا طعم نامبر وانی داره، وقتی که میخوری ازش میتونی لذت ببری. امروز تصمیم گرفتم که خورشت خلال رو با روش خودم بهتون آموزش بدم، امیدوارم که مورد قبولتون واقع بشه. قبل از هر چیزی تنها خواهشی که ازتون دارم، وقتی که فیلم های ما رو میبینید حتما اشتراک گذاری کنید تو اپلیکیشن های دیگه. این کار باعث میشه که ما انگیزه بیشتری داشته باشیم برای اینکه فیلم های بیشتری بسازیم. شاید باورتون نشه ساختن یه فیلم خیلی کار سختیه. من شاید با فیلمایی که گذاشتم فکر میکنم تقریبا 130 تا فیلم دارم، ساختن هر کدومشون یه زمان زیادی برده، یه انرژی برده، حالا بابت هزینه‌اش هیچ کاری نداریم، مثلا ما هیچ هزینه‌ای نبرده، ولی واقعا باید یه عشقی پشت این پرده باشه، یه علاقه‌ای باشه که خب ما رو سوق بده به سمت اینکه هر روز بتونیم کارهای بیشتری بزنیم. شاید هم تو کل فیلمایی که تو یوتیوب دیدید من تنها آشپزی هستم که تمام اسرار کارم رو در اختیار بیننده ها گذاشتم و تزم اینه که ما چیزی رو که داریم و فکر میکنیم خوبه باید برای دیگران هم به اشتراک بذاریم و من فکر میکنم که میتونیم سالهای سال کنار همدیگه باشیم و اینکه خب بتونیم این فیلم ها رو ببینید و شماها ببینید، یاد بگیرید و تمرینی هم باشه برای خود من. به هر حال من ممنونم به عنوان یه ایرانی که فیلم های منو میبینید. خب میریم سراغ مواد اولیش. رب گوجه فرنگی داریم، حتما از رب خوب استفاده بکنید، ربی که واقعا رب واقعی باشه، هم قرمز باشه و هم این که قدرت رنگدهی و طعمدهی بالایی داشته باشه. فلفل پودر شده سیاه دارم، نمک دارم، زردچوبه دارم. اینم یکی از دوستای صمیمیم لطف کرده از ایران برام آورده. این زرشک سیاهه، شما میتونید اگه نداشتید زرشک قرمز استفاده کنید. این همون زرشکیه که باهاش آب زرشک درست میکنن. تقریبا 50 گرم زرشک دارم. اگرم شما نداشتید زرشک معمولی قرمز رو میتونید استفاده بکنید. زعفرون دارم به اندازه 1/3 استکان. گوشت رون لخت دارم، این گوشت لخته و اندازه هاش هم توی اون فیلم بهتون گفتم اندازه های خیلی کوچیکیه و وزنش هم تقریبا 700 گرم میشه. 250 گرم خلال بادوم دارم و قبل اینکه من این خلال رو استفادهش بکنم شستمش و یه مقداری هم داخل آب گذاشتم خیس خورده. و توجه داشته باشید حتما بشورید خلالتونو، چون خیلی از خلالا هستن که تو انبار موندن کهنه شدن و وقتی که به غذا میزنید غذا رو خراب میکنه. این برای من اتفاق افتاده. دو تا پیاز دارم، پیازام هم به اندازه‌ایه که توی مشت دستم جا میشه. خب یه مطلبی رو من اولش بگم، اول میریم که سسش رو درست بکنیم و بهتون میگم که چی کار بکنیم. اولین کاری که میکنیم پیازامونو باید به صورت نگینی یه دست در بیاریم برای اینکه بخوایم قشنگ بشه. ببینید من نگینی یه دست میکنم، نه زیاد بزرگ و نه زیاد کوچیک، چون قراره بجوشه، اگه زیاد بزرگ باشه خوب حل نمیشه. ببینید این خلالی معمولیه، نه زیاد درشه و نه زیاد ریزه. به این صورت به صورت یک دست یه برشای روش ایجاد میکنید و میزنینش. خب این پیاز رو حالا من بهتون میگم که چیکار میکنیم. این پیازمون رو اینجا که رسیدیم یه نصف پیازمون رو ما نیاز داریم و بهتون میگم دلیلش چیه. خب این پیازم من خوردش بکنم. این
این نصف پیازم و من خوردش میکنم به همین شکل، ولی با چون دارم اینو به صورت خونگی درستش میکنم و به مقدار کم، این غذا تقریبا برای 5 نفر داره درست میشه. به صورت کم درستش میکنم، یه نصف کفایت میکنه. ببینید یه نصف پیاز رو خوردش میکنم، اینم به همین شکل نگینی، ولی قراره که من با گوشتم تفتش بدم. قسمت پیازمون دیگه، باقیشو میریم پای گاز و من بهتون نشون میدم که چیکار باید بکنم. خب اون نصف پیازی رو که بهتون گفتم جداگونه ورش میداریم و داخل روغن میریزیم، این اون نصف پیازه که من ریختم و دلیلم براش دارم. دلیلم اینه که میخوام با گوشتم تفت بخوره. تو مرحله‌ای که پیاز و گوشت تفت میخورن خیلی خوشمزه میشه و اینکه زخم گوش کاملا گرفته میشه. حالا به اندازه باید بذارید که این گوشت تفت بخوره که فقط رنگش کاملا عوض بشه. نمیخوایم هم زیاد سرخ بشه. گوشتم واقعا گوشت خوبیه، به قول قصابا میگن آجوری. آجوری یعنی که واقعا گوشت سرخ و از گوسفند جوون و گوسفند زیاد بزرگی هم نیست. بعضی وقتا ما گوشت گوسفند میگیریم نمیپزه، خب معلومه دیگه، یا اینکه گوشت ماده میدن و یا اینکه اگرم نر باشه نر خیلی پیریه که گوشتش زمان زیادی طول میکشه که بپزه، ولی یه گوشت مناسب تو 45 دقیقه کاملا پخته میشه. من بعضی وقتا با گوشتای مواجه شدم که 2 ساعت زمان برده برای اینکه بپزه با شعله خیلی بالا. من گوشتم رو خودم همیشه میخرم، خودم خورد میکنم و جدا میکنم. اینم ماهیچه داخلشه که گذاشتم همراهش بمونه، هم قلمش باعث خوشمزه تر شدن میشه و همین که گوشت خوشخوراکی داره. خب تو این مرحله که گوشتم کمی رنگش عوض شد، بهش زردچوبه رو اضافه میکنم، کمی بهش زردچوبه میزنم. این زردچوبه باعث زخمگیریش میشه، یعنی زخم اینو کاملا میگیره. حالا اندازه این زردچوبه چقدر باشه؟ به اندازه 1/3 قاشق چایخوری میتونید بهش اضافه بکنید. خب فقط باید کاملا مطمئن بشید که گوشتتون همه قسمتاش سرخ شده. سرخ شدن دو تا کار مفید انجام میده، یکی نمیذاره که زیاد کف بکنه و اینکه اون خونابش رو میگیره و باعث میشه که رنگ غذاتون خراب نشه، و دومین دلیلی که داریم ما سرخش میکنیم برای اینه که گوشت از همدیگه وانره و شکیلتر بشه. الان خط برش های گوشت رو ببینید چقدر قشنگ خط برش های گوشت هستش. خب سرخ شدن باعث میشه که به خصوص تو خورشت قیمه یا خورشت خلال این به این شکل بهتر بشه. خب این الان آماده است و من آب جوشم رو آماده میکنم و بهش اضافه میکنم. دوباره براتون فیلم میگیرم و نشون میدم. خب کاملا اینا تفت خورده و اینکه الان آماده است. توی این مرحله من 3 دونه چوب دارچین بهش اضافه میکنم. چرا من چوب دارچین اضافه کردم؟ پودر دارچین باعث خراب شدن رنگ غذا میشه و اینکه دیگه وقتی که زدید نمیتونید درش بیارید بیرون، ولی چوب دارچین حسنی که داره هر وقت خواستید میتونید از تو خورشتون جداش بکنید و بهش عطر و طعم میده ولی رنگش رو خراب نمیکنه. خب آبم به این اندازه بهش اضافه میکنم، به اندازه‌ای که بیاد روی خورشت منو بگیره، یعنی روی گوشتامو. ببینید این گوشتا رو میبینید اینجا، این الان روی گوشتا رو گرفت. خب حالا من 1 انگشت دقیقا از روی سطح گوشتا بیشتر آب میریزم روش. ببینید دقیقا الان 1 بند انگشت بیشتر از موادم داخلش آب اضافه کردم. بعضی ها ممکنه زیاد آب اضافه بکنن باعث خراب شدن غذا میشه. خب در اینو میذاریم و این میره برای پختن. تو این مرحله که این داره میره برای پختن، ما کاری که میکنیم اینه که
سسش رو آماده میکنیم و بعد بهش میزنیم. مایتاب هم رو گذاشتم داغ شد، اون پیازهایی رو که خرد کردم اینجا الان سرخش میکنم، ولی نه با روغن زیاد. من یه چیز بهتون بگم، گاهی اوقات میبینید ما دوست نداریم ظرف زیادی کثیف کنیم، دور و برمون زیاد به هم ریخته بشه تو آشپزی و میخواین از یه ظرف استفاده کنیم موقع درست کردن سسامون. خب بهترین کار اینه که به ترتیب دمای پخت موادمون رو اضافه بکنیم. الان من چیزایی که میخوام اضافه بکنم، خب پیاز، بعد پیاز میخوام که خلالم با پیازم یه تفت بخوره و بعدش میخوام زرشکم رو یه تفت کوچیک بدم و بعدش هم رب. خب من اگه فقط کافیه یه دونه از اینا زیاد پخته بشه باعث میشه که اون غذا خراب بشه، خیلی باید دقت بکنید. خیلی ها میبینید جداگونه این کارو میکنن، ولی به نظر من دلیلی نداره. خب حالا من چرا نیومدم همه این مواد رو به گوشتم اضافه بکنم؟ برای اینکه ما میخوایم بهترین رنگ، بهترین طعم و بهترین کیفیت رو بگیریم. اگه روبو بذاری تو طولانی مدت توی آب بجوشه، یعنی همزمان با گوش بجوشه، ما تو اصطلاح آشپزی میگیم رنگش پخ میشه، یعنی اینکه رنگش کاملا مات میشه، از دست رفته میشه. میدونید اگه میخواد یه برای قیمه هم، من سبک کارم همینه، برای قیمه هم که درست میکنم، من قیمه هم واقعا سرخ و سرخ میشه، برای قیمه هم همین کارو میکنم، دوست ندارم زیاد تو آب بجوشه. خب زمانی که من نیاز دارم، زمانی که گوشتم به نصف دمای پخت خودش رسید، سسم رو اضافه میکنم و سسم هم تو همون نصف زمان شروع میکنه باهاش پخته شدن. خب کمی که من پیازم رو تفت دادم و رنگش تغییر کرد، زمان اون میرسه که ما خلالمون رو بهش اضافه بکنیم. نمک هم من به آب گوشتم نزدم. نمک سعی کنید که تو مرحله‌ای که سس رو خواستیم اضافه بکنیم، نمکمون هم اضافه بکنیم. و لیمو امانی هم داره این غذا، لیمو امانیشو الان بهش اضافه نمی‌کنیم. لیمو امانیشو تو 10 دقیقه آخر اضافه می‌کنیم که طعمشو تلخ نکنه، فقط ترشش بکنه. خیلی هم از پودر لیمو استفاده می‌کنم، ولی به نظر من لیمو امانی بندازید خیلی خوشمزه تر میتونه باشه. خب اینجا خلالم رو اضافه میکنم بهش. خیلی ها خلال رو جداگونه تفتش میدن، خیلی هم تفت نمیدن. به نظر من اگه خلالمون یه تفت بخوره، بهش یه حرارت بخوره، خیلی میتونه بهتر باشه. میذارم تقریبا به اندازه 5 الی 6 دقیقه این آروم تفت بخوره و بعد دوباره براتون فیلم میگیرم. خب این کمی که تفت خورد، من امتحان میکنم. الان زمانش رسیده که زرشکم هم بهش اضافه بکنم. این زرشک سیاه تو خارج کشور نیستش، من خیلی گشتم دنبالش و حتی اینترنتی هم نتونستم بخرمش. خب از ایران برام آوردن، ولی اگه شما نداشتید بازم بهتون تأکید میکنم که حتما از زرشک قرمز استفاده کنید. خب ما زمان زیادی دیگه نداریم وقتی که زرشک رو بهش اضافه میکنیم. توی این مرحله من رو برم میزنم بهش. تقریبا اگه رب خوبی داشته باشید 4 تا قاشق 3 تا قاشق
کفایت میکنه، ولی اگر نور روبتون خوب نبود بیشتر هم میتونید بهش بزنید. خب حالا من روبم هم آروم آروم سعی میکنم بازش بکنم و اینکه بهتر بشه. فقط شعله گازتون نباید زیاد باشه که زرشکتون رو بسوزونه، خیلی باید مراقب این مطلب باشید. ببینید من دمای پخته رو در نظر گرفتم و وقتی که دمای پخته رو در نظر گرفتم تونستم همه اینا رو همزمان با همدیگه آماده بکنم. خب زیاد وقت فیلم رو نمیگیرم، وقتی که این آماده شد دوباره براتون فیلم میگیرم و بهتون میگم که چی کار. خب من کمی اینو تفتش شدم. ببینید فقط یه چیز بهتون بگم، بعدا نگید آشپز باشی به ما گفت و ما گوش نکردیم. این زرش که میبینید نسوخته، هنوز آبداره، آبداره، هنوز نرمه. موقع مخلوط کردنش خیلی مراقب باشید. ببینید این زرش که من خشک نیستش، آبش داخلشه، ولی همه اینا رو من همزمان با هم دیگه تفت دادم و تنها چیزی که بهتون فرصت میده اینه که حرارت گازتون یه حرارت متعادل باشه و از یه تابه خوب استفاده کرده باشید. اگه تابتون زیرش نازک باشه درجا حرارت رو به خودش میگیره و میسوزونتش. خب این از این آماده شد. حالا من حق اول انصاف بگم، من غذاهایی که خوردم کردا درست کردن همشون نامبر وان بوده. مثلا غذای اینن دنده کباب کرمانشا، بره کبابشون یا همین خورشت خلالش. البته اینو بهتون بگم همه ایران غذاهای خوب داره، همه قسمتاش برای ما فرقی نمیکنه، ولی تمام تلاشم اینه که از تمام کسا یا تمام شهرهایی که هستن حتما من یه غذا براتون آموزش بدم. خب من این شعلهش رو میبندم، میذارمش کنار و منتظر میشم که گوشتم نیمپز بشه و الانم در حال پخته شدنه. نیمپز که شد من اینو بهش اضافه میکنم و بعد زعفرون رو میزنم و بعد نمک رو بهش میزنم. الان باورتون نمیشه، نمک هرچی دیرتر به غذا بزنید غذاهایی که گوشت داره خیلی بهتره و باعث میشه که گوشتتون خراب نشه یا سفت نشه یا اینکه شکل و شمایلش به هم نخوره. براتون دوباره فیلم میگیرم. خب گوشتم دیگه کاملا نیمپز شده و نیمپزم بیشتر شد این یه 10 دقیقه 15 دقیقه دیگه بپزه. خب حالا این مایه رو که درست کردم، ما تو آشپزی بهش میگیم سس، این سسی رو که درست کردم بهش اضافه میکنم. و یه همه کوچیک. خب حالا توی این مرحله زعفرونم رو بهش اضافه میکنم. استکانش هم نمیشورید، یه چایی توش دم میکنید بعدش، بعد کار واقعا میچسبه. فلفل سیاه به اندازه یک سوم قاشق چایخوری بهش اضافه میکنید، نمک هم به اندازه تقریبا یک قاشق، لیمو امانی رو هم سعی کنید در وسط برش بدید و حتما هسته هاشو در بیارید، چون هسته هاش باعث تلخ شدن این غذا میشه. هسته هاشو در بیارید و بهش اضافه میکنیم. حالا توی این مرحله ما شعله رو کم میکنیم و درش رو میبندیم، اجازه میدیم که قل بخوره و جا بیفته و زرشکی ها کاملا پخته بشه و به پایین خورش بره. خب غذا ببینید هم من چشیدم ازش، هم خوش رنگ شده هم خوش عطر شده و آب زیادی نداره. یک مقداری آب این باید کمتر از خورشت قیمه باشه. ببینید کاملا خوش رنگ و خوش عطر. اگه این روش رو شما یک بار امتحان کنید میبینید غذاهاتون چقدر خوش رنگ تر میشه، به خصوص تو خورشت خلال و خورشت قیمه. اگه سس درست کنید خیلی بهتره. اکثر رستوران دارا همه سس درست میکنن
برای اینکه کیفیت رنگ و طعمش رو بر اثر جوشیدن زیاد از دست نده. خب لیمو رو هم اضافه کردم بهش. تقریبا زمان آماده شدن این لیمو حدود 10 تا 15 دقیقه است. نسبت به ذائقه خودتون میتونید بهش لیمو اضافه بکنید. اگه بخواید برای هر نفر میتونید دو تا لیمو بذارید، اگه میخواید برای هر نفر میتونید یه دونه لیمو بذارید، ولی حتما لیمو امانی خشک استفاده میکنید حتما برشش بدید، چون اکثرشون کپک زده میشن. حتما برشش بدید ببینید اگه کپک نداره بعد به غذاتون اضافه کنید، چون اگه این کارو کنید یه روز الا دو روز غذاتون رو بیشتر نمیتونید نگه دارید. حالا با شعله کم من اجازه میدم که لیمو امانی هم قشنگ نرم بشه و طعمش توی خورشتم بره. زمانی هم که پخت آماده شد من فیلمشو براتون میگیرم. خب غذا ما بالاخره آماده شدش، یه ذره زمان میبره این غذا بپزه، ولی خب ارزش اینو داره که براش وقت صرف کنیم. در نمای نزدیک برام میگیری ببینید رنگش خوش رنگ، بوش، عطرش، من طعمش هم تست کردم واقعا عالی شد. میگم برای غذای این شکلی اگه سس درست کنید، اون تو آموزش زرش بلو اون سوسی که بهتون یاد دادم درست کردنش واقعا باعث قوام اومدن غذا، خوشمزه تر شدن، خوش طعم شدن میشه. خب امیدوارم این فیلم هم ببینید و اینکه طرح و لطفی که در حق ما میکنید تو اپلیکیشن های دیگه به اشتراک بذارینش و پیج پرژین کوکینگ کورس ما رو داخل یوتیوب حتما فالوش بکنید. اگه به انگلیسی بنویسید Persian Cooking Course میادش، فیلم جدیدی براتون در نظر گرفتیم داخل اون بذاریم و مطمئنم که براتون مفید واقع میشه. امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد و موفق و پیروز باشید. خدایا رو نگهدار.